در شرایطی که رژیم به خاطر نمایش انتخاباتیش خط و نشان کشیده و اقدامات سرکوبگرانش رو تشدید کرده و حتی اعلام کرده با کوچکترین تجمع حتی صنفی بدون اجازه برخورد خواهد کرد، باز هم شاهد گسترش اعتراضات اقشار مختلف هستیم. برای بررسی همین موضوع همراه هستیم با خانم مهناز امیدواری و سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه روزنگاه. سلام بر شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. بفرمایید. خانم امیدواری، اولین سوالی که به ذهن هر ناظری متبادر میشه اینه که با وجود این میزان از تهدیدها ما شاهد هستیم که این اعتراضات گسترش پیدا کرده، این گسترش نشونه چیه؟ بله، همینطور که خودتون هم گفتین، گسترش اعتراضات نشون دهنده وضعیت انفجاری جامعه است که در واقع مردم ایران دیگه وعده های تو خالی این رژیم رو باور نمی کنن و هیچ اعتمادی بهش ندارن و این رژیم هر چقدر هم که بخواد علارغم همه تهدیدها و سرکوبی که میکنه، چون پایش روی رانت و سرکوب و در واقع چپاول مردم، سوار مردم، دیگه این رو نمیخوان. و برای همین هم اگه دیده باشید توی نمایش جنازه گردونی، حتی توی شرایطی که نمایش جنازه گردونی همین رئیسی جلال بود و حتی توی همین نمایش فکاهی به اصطلاح انتخاباتش هم، مردم و داریم گسترش اعتراضات و اعتصاب‌های اقشار مختلف مردم رو می‌بینیم. مثلا شاهد بودیم که پرستار، دکتر، از پرستار دکتر گرفته تا کارگران معدن، کشاورزان و همینطور کارگران شرکت‌های پتروشیمی، نفت و بازنشسته‌های فولاد، بازنشسته‌های مخابرات، همه اینها میان توی خیابون و حقشون رو می‌خوان. حالا حرفشون هم چیه؟ درسته که ممکنه که اینا خواستگاه، یعنی حقشون یه مطالبات صنفی باشه، ولی در اصل پایه حرف اینها نفی این نظامه. یعنی چون که به خواسته هاشون نمیرسن و میدونن که جوابش تو این رژیم نیست، چون رژیم نمیتونه و نمیخواد پاسخ این مردم رو بده و نه هیچ تضادی و هیچ مشکلی از این مردم حل کنه. بله. مردم به خصوص اقشار به جان اومده خسته، یعنی به خصوص اعتراضات بازنشسته ها رو ما داریم میبینیم که هر هفته اینا کف خیابونن و در واقع اینها هیچ راهی به جز این ندیدن که فقط پاسخشون رو کف خیابون میبینن، همونطور که تو شعاراشون هم هست که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون و تمامیت این رژیم رو دارن نفی میکنن. این نارضایتی ها در واقع از عمق جامعه مردم در میاد و همه اقشار حرف همه مردم ایران رو دارن میزنن و در واقع مطالباتشون یه مطالبه صنفی ساده نیست و خواستشون خواسته سیاسی هست. بله. خانم امیدواری، الان شما اشاره میکنید که این یک خواستشون سیاسی، یعنی ما همه جا میبینیم که خواستگاهشون صنفی هست، شعارشون و مطالباتشون، ولی شما به چه دلیل تأکید میکنید و میگید که اعتراضات سیاسی هستش؟ بله بله، همین که گفتم، ممکنه که به ظاهر، یعنی پوسته بیرونی این اعتراضات، اعتراض و خواسته صنفی باشه، ولی در عمقش و در بطنش که وقتی به شعارهای این معترضین گوش میدیم، شعارهاشون در واقع نفی این نظامه و تمامیت این نظام رو نفی میکنن و رژیم رو نمیخوان. همین هفته شاهد بودیم اعتراض کشاورزای اصفهانی جلوی همین کاندیدای به اصطلاح رژیم که اومده علم کرده، همین پزشکیان و ظریفو که آورده بود توی همین نمایشاتش، کشاورزای اصفهانی اومدن چی گفتن؟ گفتن که شعار دادن بر علیه اینها، یا همین که بازنشسته های کرمانشاه اومدن جلوی توی اعتراضاتشون گفتن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و شعارشون، یعنی وقتی به شعارهای اینا گوش میکنیم در واقع شعارهاشون صنفی نیست، شعارهاشون شعارهای سیاسی هستش و مثلا شعارهایی که ما شنیدیم، حجاب حجاب شعارشون، دروغ و دزدی کارشون، یا اینکه روسری رو رها کن، فکری به حال ما کن،
و دیگه در کاکل همه این شعارها بازنشسته های کرمانشاه اومدن گفتن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. که این شعار هممون یادمونه که شعار مردمی بود که تو قیام 96 داده شد. شعاری بود که در واقع همه مردم یک صدا با هم گفتن که تمام مهره های این رژیم، چه اصلاح طلب باشه چه اصولگرا باشه، همشون سر ته یک کرباسن. و خودشون هم الان همین بازنشسته ها توی اعتراضشون گفتن که اینا دارن با این کارشون مردم رو به دو دسته تقسیم میکنن و مردم رو به جون هم میندازن که دوباره بیان چپاول و قدرت طلبی و جاه طلبی خودشون رو پیش ببرن و مال ثروت مردم رو چپاول کنن. که صدای مردم ایران در واقع تو همه این اعتراضات خیلی واضحه و این که خیلی واضحه که دارن چی رو میگن و چی رو نمیخوان و به جاش چی رو میخوان. یعنی یک حکومت مردمی میخوان و این رژیم رو دارن نفی میکنن. بله. پس خیلی واضحه که چرا میگیم این اعتراضات سیاسیه و صنفی نیستش. و الان به طور مشخص توی همه این اعتراضات چیزی که ورق خورد با همین شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا بود، که همپای این اعتراضات ما داریم توی همه جای جای کشورمون میبینیم که هم این اعتراضات گسترش پیدا کرده، هم این که آتش کانونای شورشیه که هرچه گسترش بیشتری پیدا کرده و همینطور جوانان توی هم شبکه‌های اجتماعی دارن از شعارهاشون میگن و همه بر در و دیوار شهر همه جا دارن مینویسن که رأی ما سرنگونیه. بله، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی کردین. خیلی ممنونم از شما.